همراه میشیم با طاهره نصری، مدافع حقوق زنان از تورانتو. خانم نصری، شما سفر آقای ریچارد بنت به کانادا رو چگونه بررسی میکنید؟ سلام خدمت شما و بیننده های گرامیتان. ما این سفر را یک اقدام نیک و پسندیده میدانم و قدردانی میکنیم از اینکه آقای بنت چنین تصمیم را گرفته که با جامعه دیاسپورای افغانستان در تورانتو دیدار داشته باشد، در ضمن که او فعلا متاسفانه توسط گروه طالبان از سفر به افغانستان منع شده. این یک اقدام عالی است که راهکارا و نظریات را که جامعه دیاسپورای افغانستان از جمله فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر و سایر کسایی که در تبعید به سر میبرند داشته باشند، این نظر عالی است، چون آقای بنت کسی بود که 3 سال گزارشات چون از افغانستان مستندوار به جامعه ببخشید شورای حقوق بشر سازمان متحد ارائه میکرد، ولی متاسفانه فعلا از این سفر به افغانستان منع شده و این عالی است که حداقل چنین اقدام را روی دست گرفته. به احتمال زیاد شما هم شاید یکی از کسان باشین که با ایشان ملاقات میکنید. در این ملاقات چه مسائل را با ایشان مطرح میکنین و موضوع مورد بحث ریچارد بنت چی خواهد بود؟ بله، من هم از جمله کسایی هستم که در هفته پیش رو با نشست با آقای بنت حضور می داشته باشم. ما در ضمن که از 3 سال کارکردها و فعالیتهایی را که آقای ریچارد بنت در قسمت گزارش هایشان به صورت همه جانبه و همچنان با در نظر گرفتن نقص حقوق بشری و ارزش های بشری او را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده، تشکری و قدردانی می داشته باشیم و در ضمن از ایشان می خواهیم که این سفرهای خود را در سطح جهان گسترش بده و با جامعه دیاسپورای افغانستان ببینه و از تبادل نظر صورت بگیره، مخصوصا با کسایی که در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان حضور دارند که متاسفانه اونا نه تنها که با چالش های و موارد یا چلنج های در افغانستان مواجه مجبور به ترک افغانستان شده، بلکه متاسفانه قسمی که ما و شما شاهد هستیم اونا با یک سیاست سرکوبگرانه و مهاجر ستیزی از طرف دولت های مثل پاکستان و ایران مواجه هستند. خوب است که از اونها هم نظریاتشون را داشته باشه تا همه موارد و نظریات را که جمع آوری میکنه در قالب گزارش های خود بگنجانه. و ضمن خواسته دیگر را که ما داریم در ضمن از اینکه آقای بنت گزارش های خود را در شورای حقوق بشر ارائه میکنه، از سازمان ملل متحد به نماینده های کشورها بخواهد که حمایت های معنادار خود از مردم افغانستان داشته باشه، حمایت مالی و سیاسی را که از گروه طالبان عملاً تا 3 سال الا اکنون ادامه داره ای را بند بسازه و حداقل یک زمینه ای را بر مردم افغانستان شکل بده که حکومت فراگیر دموکراتیک در افغانستان شکل بگیره. شما در جریان هستین که طالبان آقای بنت را از سفر به افغانستان ممنوع کرده، آیا عدم دسترسی بنت به داخل افغانستان و منابع تاثیر روی گزارش هایش خواهد گذاشت؟ قطعا که تأثیر دارد، چون آقای بنت قبلا به صورت حضوری در افغانستان حضور پیدا میکرد و گزارشانشان را به صورت مستندوار ارائه میکرد، ولی متاسفانه آلی از سفر به افغانستان توسط گروه طالبان منع شده. به نظرم این اقدامش عالی و خوب است که حداقل با جامعه دیاسپورا در سطح جهان نه تنها در تورنتو این دیدارها داشته باشد تا نظریات اونا را راهکارهای اونا را در یک قسمت داشته باشد، چون هر یک از افرادی در بیرون از افغانستان به سر میبره در تبعید هستن، اونا قطعا کسایی هستند که نماینده های جریان ها در افغانستان میباشن، نماینده های خانواده هایشان میباشن و در نهایت نماینده های قوم و خیش خود میباشن و از جریان ها و وقایع در افغانستان جاری است آگاهی دارن. میشه که اینا را باز از و افراد و اشخاص آقای بنت بشنن. خلاص، سپاس از شما خانم طاهره ناصری، مدافع حقوق زنان از تورنتو.